بینیامین فریستایلر 9 ساله، مدت 2 سال می شود که به فوتبال و فوتبال فریستایل رو آورده است. بینیامین هم اکنون با فامیلش در کابل زندگی می کند و آرزو دارد که روزی در باشگاهی بارسلونا اسپانیا فوتبال بازی کند. به این رابطه خود آقای بینیامین فریستایلر و پدرش عبدالله فریستایلر را در استودیو تول نیوز با خود داریم. خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر بسیار زیاد که ما را دعوت کردین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما صابر جان و خدمت تمام همکاران و همچنان خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون جهانی تول نیوز. سپاس. خوش آمدید بینیم اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برای شما و به بینندگان عزیز. اسم بنیامین، ولد استاد عبدالله فریستایلر. سلام به خودت، خوش آمدید. عبدالله جان، در ابتدا میشه از خودت پرسان کنیم که فریستایل را چیگونه آغاز کردی، در کجا آغاز کردی و چیگونه به افغانستان آوردیش؟ خب من فوتبال فریستایل در کلن وقتی خورد بودیم کلیپ های مارادونا رو میدیدیم که خیلی اندک حرکت های نمایشی فوتبال میرفت که همو تبدیل شده به فوتبال فریستایل و یا حرکت هایی که بنیامین داشت انجام میداد. مارادونا در بزرگیش بعد از اینکه اسطوره شده بود، مارادونا با توپ تنیس میرفت، ما فقط میدیدیم، تماشا میکردیم و این را فکر میکردیم که این چیزها فقط خارجی ها، باید آرژانتینی باشی، باید برزیلی باشی، باید از این دو کشور باشی که بتانی یک کار بزرگی را انجام بدی و فقط رویا بود برای ما. اما چون شوق و علاقه که داشتیم، همیشه قبل از اینکه فوتبال شروع کنیم بعضی از تمرین‌ها رو می‌رفتم و همیشه پیگیرش بودم. خب تایی که تا سال 2008 یک مسابقه از طرف یک شرکت جهانی بزرگ برگزار شد که برنده مسابقات قرار بود ببرن یک هفته بارسلونا و یک هفته چلسی. خب یکی از دوستان تماس گرفت، گفت که اینطور یک برنامه‌ای هست، بعد اشتراک کردیم. خب باورم نمی‌شد، مقام دوم کسب کردم، گرفتم و تنها کسی بودم که اجنبی بودم، بقیه همه عرب بودن. و بعد از اون ما را بردن به یک هفته باشگاه چلسی بودیم و اسپانیا رفتن نتوانستیم باشگاه بارسلونا. و اما خود لیونل مسی او لباسی که قرار بود به ما هدیه بده او را امضا کرده برای ما در لندن فرستاد که حالی هم دارم، در دبی هست همراه با بقیه هدایایی که از طرف سیس فابریگاس، فرانک لامپارد، پیتر چک، چیزایی که بیشتر در کلیپ شما نشر کردین. و وقتی که من برگشتم دیگه پیشنهادها زیاد شد، از جاهای مختلف پیشنهاد شد. جام جهانی باشگاهی سال 2009 زمانی که گواردیولا اولین سالش بود آمد به امارات، جام جهانی باشگاهی و ششگانه را بردن، اولین ششگانه تاریخ بارسلونا و در کل اولین ششگانه یک تیم فوتبال. در همون سال هم ما از طرف جام جهانی باشگاهی دعوت شدیم و سال 2010 که انتر میلان بود اون سال هم دعوت شدیم. پس مجبور بودیم که وارد ای فیلد شویم و به طور حرفه‌ای کار را شروع کنیم. و بعد از او یک سال بعدش بود که سال 2011 من آمدم به افغانستان، چون خیلی شوق و علاقه داشتم که بتونم یک کاری را برای کشور خود، برای جوانان خود نیز انجام بتم. چون هر کس میشنوید که من افغان هستم، با او استایل مویی که داشتم و خیلی عجیب و غریب بود، مثل بوب مارلی یا کارلس پویول، دیوید لوئیس، باور نمیکردن افغان هستم. یکی از استایل مو، یکم از این حرکت های نمایشی. بعد آمدم اینجا افغانستان که متاسفانه چیزای رویایی که داشتیم دیگه کلا همش برعکس شد و نابود شد. چرا، چی باعث شد؟ خب ببینید، من گفتم وقتی من سال 2008 وقتی از لندن برگشتیم مستقیم ما مصروف تمرینات شدیم، مجبور شدیم که تمرینای خود پیش ببریم، چرا که از هر جا برای ما پیشنهاد می اومد، ما میرفتیم برنامه ها اجرا می کردیم. بعد جام جهانی باشگاهی، من دوباره یعنی تکرار می کنم، مسابقاتی که می رفتین، در رقابت هایی که می رفتین، بله، برنامه‌ای از افغانستان می رفتین؟ بله، یا بله، نه بله، من لباس دارم، عکس ها دارم. لباس دارم، عکس ها دارم، بله، که لباس افغانستان، پرچم افغانستان رو لباسم زدم، جام گرفتم. بعدش خب جالب چی است، سال 2009 باشگاه بارسلونا به امارات آمد، به شهر ابوظبی، و ما اونجا دعوت شدیم یک ماه فیکس کلن از روز اولی که تورنمنت شروع شد تا روز آخر. و آدم های مثل ما تیکت هم میدادن، تیکت های انلیمیتد میدادن، یعنی 6 هفته یا 10 تا تیکت میدادن که ما میتونیم راحت به دوستای ما هم توضیح کنیم. ببینین اوجا باشگاه بارسلونا میه، ما اوجا دعوت میشیم برای 3 هفته 20 روز،
دو هفته حداقل. سال بعدش باشگاه انتر میلان میه، همچنان ما اونجا دعوت میشیم که بهترین بازیکن‌های دنیا در اون تیم‌ها بود. انتر میلان خاویر زنتی رو داشت، ساموئل ایتو رو داشت، مربیشان هم قبلش مورینیو بود، بعدش تغییر کرد، رافائل بنیتز آمد. اما زمانی که به افغانستان آمدیم 7 سال شده. در این 7 سال نه از تربیت بدنی دعوت شدیم کدام برنامه، نه از المپیک و نه هم از فدراسیون فوتبال، با اینکه ما خود فوتبالیست میگیم یا بنیامین هم خود فوتبالیست میگه دیگه. خب معلوم از وقتی که ما از اوجاها دعوت نشیم، خب انتظار دارین ما از مثلا جایی که برنامه سیاسی باشه در اوجا دعوت بشیم؟ این باعث میشه که کاری را که ما پیش میبردیم یا انجام میدادیم یا او رویا و او انرژی را که داشتیم او دیگه کلا از بین بره. به خاطر همو فقط یک چیز را میگم، هدف ما هم و هدف قبلی است، اما راه خود کمی تغییر دادم. اول کل افغانستان در نظر داشتیم، حالا فقط خود بنیامین در نظر دارم. بسیار خوب، در اوایل که وارد افغانستان شده این استقبال مردم و مخصوص استقبال فدراسیون فوتبال چگونه بود؟ چه باعث شد که به نحو رفتین به انزوا؟ ولی ببینید، خب ما چون کار ما فوتبال بود، من فکر میکردم شاید اینا به فکر آینده کشور باشن. خب فدراسیون فوتبال ما میگیم دیگه. خب ما گفتم بنیامین از طرف باشگاه علین امارات دعوت شده، بنیامین از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان دعوت نشده. من در این 6 سال 7 سال از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان به طور رسمی تا بال دعوت نشدم. یک تماس از ارگان فدراسیون فوتبال افغانستان به من نیامده. خب این ضعف اونا را نشان میده. باید از کسایی مثل ما استفاده بشه. وقتی که من میتونم در یک سال دو سال یک طفل مثل بنیامین بسازم، آیا در این 6 سال 7 سال سالی یک طفل نمیتونستم به اینا هدیه بدم؟ در این دو سال بنیامین از طرف باشگاه علین دعوت شده، عربستان انشالله قرار است دعوت بشه، 1.5 ماه بعد بین تاریخ 25 مارچ تا 29 مارچ تاجیکستان دعوت است. ولی جالب است که از طرف فدراسیون فوتبال هیچ خبری نیست. عبدالله جان، بشه در مورد بنیامین جان هم کمی صحبت کنیم که بنیامین چی باعث شد که علاقه‌مند فریستایل شد؟ خب ببینین، در قرآن آمده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. دیگه ما ای چیزهایی که اتفاقایی که با من رخ داد ای به خیر ما بوده. همیشه من غصه میخوردم، افسرده بودم، واقعا به اینا تاسف میکردم که چطور آدمایی هستن که چرا نمیفهمن، چرا استفاده نمیکنن. خب وقتی که من دیدم که ایجا افغانستان کلا هیچ چیز نمیشه، ما هم که رو به اکسپایر هستیم، مثلا مثال دارم میدم که رونالدو رو به اکسپایر هست، باشگاه ریال مادرید ای روزا در بحران هست، گفتم چه خوب اگر بیایم همین کار را که خودم انجام میدادم، چون خون من در وجود بنیامین هم هست، گفتم یک امتحان کنم ببینم. زمانی که خواستم بنیامین یک چک کنم، یک ترای کنم، دیدم خیلی خوب بود، ماشاءالله خیلی خوب بود. بعد فشار نیاوردم رویش، دیدم که خودش علاقه داره، خیلی شوق و علاقه داره خدا رو شکر. بعدش من چون خیلی پشت کار داشتم پیگیر شدم، یکی شوق و علاقه خودش بود، یکی هم استعدادش و یکی هم یک تحفه خاصی که از طرف خداوند برایش داده شده، پاچپ بودنش است که پاچپ ها استثناء هستن و مثالش هم مارادونا و مسی را اسمش را بگیریم، موضوع فوتبال دیگه تمام میشه. بنیامین جان خوش آمدی. چند سال هستی؟ 8. چه وقت فوتبال آغاز کردی؟ فریستایل چه وقت آغاز کردی؟ من 2 سال پیش فریستایل و 1 سال میشه فوتبال. آفرین. چقدر خوش داری فوتبال؟ زیاد. فریستایل خوش داری یا فوتبال؟ فوتبال. در کدامش بسیار استعداد داری؟ فوتبال. داینده میخوایی که در کدام باشگاه بازی کنی؟ بارسلونا. آفرین. الگویت کی هست در بازیکنهای خارجی؟ مسی، نیمار، سوارز، مارادونا، باتیستوتا. آفرین. روزانه تمرین میکنی؟ بله. کی تمرین میده؟ بله. چند ساعت تمرین میکنی روزانه؟ روزانه 24 ساعت، 20 ساعتش استراحت است، 4 ساعتش 2 ساعت تمرین است و 1 ساعتش قرآن، 1 ساعت دیگه هم درس. آفرین.
چی چیزا برات یاد میده پدرت؟ این تمرین های فوتبال زود یاد میگیری؟ آه چه خود علاقه داری؟ زیاد هم کلاس هایی که همراه تمرین میکنن اونا چقدر از خودت راضی هست؟ چقدر فوتبال تا خوش دارن اونا؟ کلگیشان فوتبال مرا خوش دارن از من راضی هستن. آفرین. خب عبدالله جان ادامه گپ ها دوباره بنیامین که دمو امکانات را که فعلا خودت داری به خاطر تمریناتش بله. ای از بودجه شخصی است یا نه در کدام باشگاهی مخصوص بنیامین جان میره بر تمرین؟ نه بنیامین که خودم دارم تمرین میدم، تمرین ما هم در خانه ادامه داره، همیشه در خانه، بیشتر اوقات در خانه است چون همیشه ما در خانه میباشیم و در جمنازیوم هم میریم که در جمنازیوم هم هفته سه تایم هست، هفته سه روز است، اونجام خودم بنیامین تمرین میدم و کدام حمایتی چیزی نیست در افغانستان، از این چیزا هیچ خبری نیست، ماشاءالله همه زیر صفر هستن. و ببینین من این را به خاطر نمیگم که مردم بیاین بنیامین نقدن کمک کنن، کش بدن، مالی یک چیزی بهش بدن. ببین حمایت انواع و اقسام داره، مادی هم هست، معنوی هم هست، ولی در افغانستان مردم بجز دو جمله چیز دیگه یاد ندارن. یکی خب اگر روبروی یک آیس کریم فروشی هم جلو با اینا سرخوردی میگن چای تیار است، یک چای داده میتونیم، و یا هم که شب با ما برین خوش میشیم، که هر دویش 100% دروغ هست. ببینیم من فقط یک چیز میگم، با بنیامین با فدراسیون فوتبال در تماس شده این؟ خب ببینیم من یک مثال خیلی جالب برایتان میدم. خب فدراسیون فوتبال، من اگر بنیامین کرکتر بود من واقعا میبردمش کرکت بورد، چون کرکت پیشرفت کرده، داره جهانی بازی میکنه، تیمای قدرتمند جهان داره شکست میده. ولی فوتبال من چی بنیامین ببرم؟ بنیامین شما اگر در فیسبوک زیر ویدیوش برین کامنت ها همگی نوشته است که این طفل ایج و استعدادش ضایع میشه، مواظب باشین که در افغانستان نمانه، ضایع میشه، هدر میره. من یک مثال خیلی خوب براتون میدم، فوتبال افغانستان پیشرفت اصلا نداشته، اصلا اونا خیلی متاسفانه بعضی هستن که دو سال 2012 که یک جامی را بین چند کشور جنوب آسیا بود بردن، هنوز دارن با او خوشحالی میکنن که خیلی جای تاسف است. من بعضی وقتا از طرف تیمهای دخترها که بعضی از دختران بازیکنان تیم ملی هم در اونا حضور داره، وجود دارن، از طرف اونا دعوت میشم که برم اونا رو تمرین بدم. بعد دفعه دوم زمانی که من رفتم یک دختر بود خیلی چست و چالاک بود، خیلی فوتبالش هم بالا بود، در ابتدا وقتی او را دیدم چی میگه اتیتیود نه او ناز و نخرش مثل ابراهیموویچ بود، از اونایی که خود گردن کلفت و فلان و اینا میگیرن. زمانی که تمرین خلاص شد، ببین من نقطه ضعف میگم، خب زمانی که تمرین خلاص شد آمد پیش من گفت استاد، گفت این تمرینا رو که امروز شما به ما دادین، گفت 4 سال پیش این تمرینا رو ما در ژاپن دادیم و خلاص. گفت سپاس. بعد از او گفت 4 سال ما فقط داریم توپ بازی میکنیم نه فوتبال. این نقطه ضعف فدراسیون فوتبال افغانستان نشون میده. به وجود مثلا نمیخوام که بنیامین دوجا باشه. به عنوان سوال آخر، با توجه به این مشکلات خود ذکر کردی، خاص از فدراسیون فوتبال و از جامعه ورزش چی است؟ بله من از فدراسیون فوتبال اصلا هیچ خاصی ندارم، چون خب 6 سال است ما داریم میگیم، از زبان ما شاید مو در آورده باشه، فقط از مردم و از رسانه ها، به خصوص این رسانه طولو نیوز، لمر، این رسانه ها بزرگترین رسانه های افغانستان است. من ببینین این گفتن این حرفا خیلی مهم است، از عراق طفل عراقی به باشگاه بارسلونا میره، از فلسطین طفل فلسطینی به باشگاه یوونتوس میره، از عمان طفل عمانی به باشگاه وست هام یونایتد انگلستان میره، چون استعداد دارن و رسانه ها کاری کردن، پوشش دادن او اطفال مهارتش، استعدادشان به دنیا نشان دادن. ایران من نمیتونم کاری انجام بدم، کاری که من میتونم انجام بدم MB است، کاری که فدراسیون فوتبال اگر خیانت نکنن سپاس. انجام بتن میره به GB، ولی کاری که شما انجام میتین او دیگه بالای 1 TB و ایناست، 2000 گیگ و 1000 گیگ و ایناست، این وظیفه شماست. از شما فقط خواهش میکنم که تا میتونین بنیامین باید پروموت کنین که فردا در یکی از تیمای بزرگ استعداد داره، لیاقتش داره، بتونه یک جای ان شاء الله فوتبال بازی کنه. سپاس بنیامین جان. فقط آخر پیام چیست به همسن سالت؟ پیام ایست که درس بخونن، کوشش کنن و در یک جای برسن. آفرین، انشاءالله که خودت هم یک جای برسی و در آرزویت برسی و به باشگاه بارسلونا بازی کنی. انشاءالله. سپاس از حضورتان آقای عبدالله. تشکر.